روز جهانی کودک. همزمان با اول جون 11 جوزا روز جهانی کودک، گزارشگر تلویزیون پیکان سر زده به پرورشگاه ولایت بلخ تا آرزوهای کودکان شامل در این پرورشگاه را همگانی سازد. بیشتر اطفال بی سرپرست شامل در پرورشگاه بلخ که از ناحیه نبود والدین و دوری از خانواده درد دیدند، دوست دارند تا در آینده دکتر شده و درد دیگران را درمان کنند. مدت 3 سال میشه که در پرورشگاه ولایت بلخ زندگی میکنم و پدرم در سال 10 ساله بودم که پدرم وفات کرد. بعد از او باز من به پرورشگاه آمدم و فعلا در پرورشگاه زندگی میکنم. صنف 7 مکتب هستم و آرزو دارم که در آینده یک دکتر شوم تا بتونم به مردم و کشور خود خوب خدمت کنم و برای رسیدن به آرزو و هدف خود کوشش میکنم. 3 سال است که پدرم فوت کرده، 1.5 سال است که در پرورشگاه آمدیم. آرزوی میگونه ازی است که میخوام یک دکتر شوم تا به هموطنان خود خدمت کنم. آرزوی من ای است یک دکتر شوم تا که با هموطنان خود خدمت کنم. 3 سال از پرورشگاه هستم و صنف 7 هستم. 9 ساله بودم پدرم فوت شهید شد و آرزوی میسته که یک دکتر شوم و هموطنان خود خدمت کنم. بازسازی وطن بخش دیگر از آرزوی این کودکان را می سازد. دوست دارند انجینیر، خلبان یا رئیس جمهور شوند تا وطنشان ویران نباشد. من 9 ساله بودم که پدرم شهید شد. در این پرورشگاه به مدت 5 سال میشه که زندگی میکنم. ما آرزوی یگانه آرزویی که دارم میخواهیم در آینده یک رئیس جمهور شوم تا وطن خود را آباد کنم. مدت 5 سال میشه که در این پرورشگاه حضور دارم و آرزوی من است که یک عالم دین شوم. 5 ساله بودم پدرم مادرم فوت کرد. پدرم در ایران رفت. دیگه مدت 6 سال میشه دیگه هستم. دوینده میخوایم یک پلیت شم. یعنی 7 ساله بودم مادرم فوت کرد. اینجا آورد. مدت 5 سال ما میخوایم انجینیر شوم وطن آباد کنم. مسئول پرورشگاه بلخ میگوید به دلیل کمبود بودجه آنها نتوانستند تا زمینه اسکان نزدیک به 40% از اطفال تحت پوشششان را پس از تحول تابستان سال گذشته در این پرورشگاه فراهم سازند. نبود بودجه برای تغذیه اطفال شامل در پرورشگاه چالش دیگر فراروی این اطفال به بار آورده است. مسئله اعاشه اطفال پرورشگاه که هست از وقتی که حکومت قبلی سقوط کرده و نظام امارت اسلامی افغانستان در اینجا پیاده شده، ما کدام تخصیصی از طرف دولت امارت اسلامی افغانستان در اینجا وجود ندارد، چون که به همه معلوم است دولت و کشور به مشکلات اقتصاد زیادی مواجه است و توانایی انجام تخصیص تا هنوز نبود. ما امیدوار هستیم که در سال 1401 یک تخصیصی برای پرورشگاه اختصاص داده شود، ما بتانیم همین اعاشه اطفال خود به صورت صحیح انجام بدیم. با این همه دشواری اما اطفال شامل در پرورشگاه با شور و شوق خاص در صنوف آموزشی حاضر می شوند. به گفته مسئول این نهاد، برای کودکان بی سرپرست زمینه آموزش قرآن کریم، آشنایی با مسائل دینی و زبان کمپیوتر در این پرورشگاه فراهم شده است. در ولایت بلخ این یگانه پرورشگاه دولتی به شمار می رود.